خوش آمدید به این قسمت از برنامه و این بار یا یک بار دیگر در کنار خانم دکتر میترا خرمشادی هستیم که با چهره ایشون آشنایی دارید. ایشون در ایران تحصیلاتشون رو انجام دادن در رشته OBGYN یا زنان و بعد در آمریکا دکترای روان پزشکی آره سایکیاتریک رو انجام دادم. بسیارم عالی، خوشحال هستم که در خدمتتون هستیم. با دانشی که دارید و آگاهی‌هایی که دارید جای خوشحالیه برای بنده. امروز یک بحثی داریم که اول از همه دوست دارم در مقابل دوربین عنوان کنم. این بحث میتونه برای بچه‌ها نباشه و با اینکه ما در جامعه امروز کشورمون همین چندی پیش بود که یک پسر 14 ساله در رابطه با دیدن تصویر یا با یک لایوی که با یک خانمی در ترکیه داشت سری مسائل عنوان کرد که شبکه‌های اجتماعی رو دگرگون میتونه می‌کرد یا سر و صدای خیلی بلند شد، حتی به مجلس رسید این مسئله و درباره‌اش صحبت‌های زیادی شد. به خاطر همین هم امروز در رابطه با روسپیگری داریم صحبت میکنیم. اگر مایلید که بچه‌تون این بخش رو ببینه که خب عالیه، اگر هم مایل نیستید میتونید بچه‌ها رو بفرستید به اتاق دیگه. دوست داشتم همیشه اینو بگم چون به هر صورت هر کسی یک نگرش داره، ولی من دوست دارم امروز خیلی باز با هم دیگه صحبت کنیم. خب دکتر مرسی. اول از همه یعنی این قدیمی ترین شغل دنیاست. درسته. و روسپیگری یک شغلی است که ما نمیدونیم این خانم ها تاسیسش کردن یا به خاطر آقایان این کار این شغل تاسیس شده. منم نمیدونم که کی مؤسسش بوده، ولی در هر صورت میدونم که قدیمی ترین در واقع بیزینسی هستش که وجود داره در سطح دنیا و هر سال هم در واقع به یه شکلی داره گسترش پیدا میکنه، از یه نوعی به یه نوع دیگه و در واقع زوایای متفاوتی رو در روانشناسی و روانپزشکی و در واقع محیط خانواده باعث شده. آیا جامعه متمدن یا جامعه پیشرفته نیاز به روسپیگری و این نوع خانه ها داره یا نداره؟ بحثی که در واقع مطرح میکنین بیشتر یک سوال جامعه شناسیه تا یک سوال روانشناسی و روانپزشکی. در ارتباط با مسائل جامعه شناسی، چون من جامعه شناس نیستم و نمیدونم، ولی اون چرا که متوجه هستم این هستش که یک نیاز غریزیه و یک احتیاجی هستش که بشر به سکس داشته. همون جوری که احتیاج داره آب بخوره و شکمش رو سیر نگه داره، احتیاج داره که غرایز جنسیش رو هم در واقع برآورده بکنه و این برآورده شدن غرایز جنسی متاسفانه همیشه به شکل اینه که خب ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن و همسریابی بکنن، به این جور مسائل در واقع توجیه شده که من فکر نمی کنم که اساس رفع نیازهای جنسی هر انسانی اولین قدمش در واقع همسریابی باشه. برای اینکه همسریابی، تشکیل خانواده یک کانون بسیار بزرگه، یه آنتیته بسیار بزرگه، وظایف خاص خودشو داره، آمادگی های خودشو میطلبه و هر کسی به نظر من کاندیدای ازدواج نیست و نمیتونه وارد مقوله ازدواج بشه. از جهت روانشناسی و روانپزشکی من فکر میکنم که جوامع نیاز دارن به همچین کانونهایی برای رفع نیازهای اولیه غریزه جنسی، ولی اینکه چقدر میتونن اینها اثرگذار باشن در واقع ثبات خانواده و کانون خانواده جای بحث داره. خب یه موضوع هست که آیا این بیماری محسوب میشه این کار یا اینکه نه همونی که شما گفتید ارضا کردن انسان هاست؟ برگردیم به کلمه روسپیگری که در واقع یک جور طعنه توش هست به دلیل اینکه معنای کلمه ایش میشه روسفید، ولی روسفید در واقع به زنان روسیاهی گفته میشده که در واقع عفت خودشون رو زیر پا میگذاشتن. اما آنچه که امروزه به عنوان روسپیگری در واقع مطرح میشه یک آنتیته بزرگتره، یک مقوله بزرگتری هستش که در واقع روسپیگری متعلق فقط به زنان نیست، مردان روسپیگر هم داریم. بله. و
متاسفانه این مقوله حتی به دنیای کودکان هم کشیده شده، یعنی اینکه سن ارتباطات جنسی اگر تا چند سال پیش مثلا 15 سالگی بود، متاسفانه الان این ارتباطات داره به سنین پایین‌تر میرسه و یه دختر 12 ساله یا یک پسر 13 ساله ارتباطات جنسیشون رو شروع میکنن. بنابراین اون چیزی رو که ما به عنوان اینکه بگیم که آیا بیماری هست یا بیماری نیست، برمیگرده به اینکه در چه فضایی، در چه کانسپتی داریم راجبش صحبت میکنیم، با چه شدتی داره انجام میشه و آیا این رفتارها چقدر صدمات در واقع اجتماعی و روانی به کل اون سیستم میزنن. خب مثلا طرف زنم داره، بله، یا همسرم داره، حالا شوهرم میتونه باشه دیگه، چون در آمریکا به آقایون روسپی مثلا میگن جیگولو، بله، یا اون اسم جیگولو رو معروف هستش دیگه، ما تو ایرانی بهش میگیم جیگول، یا بله، اگر اشتباه نکنم، بله. بعد خب واسهش معانی مختلف میذارن، درس های مختلف، چیزهای مختلف میذارن که به جایی بگفتم میگن که مثلا این جوجه ها، جوجه خروس ها به قول معروف از این بازی صحبت دیگه است، خانم ها هر سال یه جوری شرعیش میکنن، آقایون یه جور دیگه شرعیش میکنن این مسئله رو، ولی به طرف ازدواج هم کرده، همسرم داره، ولی باز هم این کار رو انجام میده، باز هم میره هزینه میکنه، خرج میکنه، میره حالا و این کار رو انجام میده، و بارها این مسئله رو ما دیدیم. آیا اون بیماریه یا نه برای یک روان پزشک این اصلش که این طرف دنبال در جستجوی چیزهای دیگه میگرده؟ قبل از اینکه یک لیبلی رو بزنیم که بیماری هست یا بیماری نیست، خوب هست یا بد هست، میخوام برگردم به اینکه اصلا چرا این اتفاق میفته. چرا مردها به دنبال پارتنرهای سکشوال متفاوت میرن؟ چرا زنها تن میدن به روابط سکسی که در واقع به صورت نامتعارف در سطح اجتماع مطرح میشه؟ برگردیم به این که اگر یک زن وارد روابط در واقع پورنوگرافی و در واقع روسپیگری میشه به چه دلیلی هست؟ که مهمترین عاملی که زنها رو به این سمت سوق داده مسائل اقتصادی و مسائل مالی هست، یعنی 80% زنها فقط به دلیل اینکه یک کاورجی از نظر اقتصادی و فاینانشیال برای خودشون داشته باشن یا خانواده‌ای که تحت کنترلشون هست رو بتونن در واقع خرجش رو در بیارن، به این راه کشیده میشن. و یک آماری رو مطالعه میکردم از جهت اینکه 80% زنانی که وارد مرحله روسبیگری میشن به دلایلی مسائل و مشکلات روانی و مسائل و مشکلات اقتصادی، کامبینیشن این دوتا، هر دوتای این عوامل به هم دست به دست هم میده و طرف به سمت اینجور مسائل کشیده میشه. بماند که مثلثی میتونه تشکیل بگیره که در واقع ضلع سوم این مثلث اعتیاد باشه، اعتیاد به الکل باشه، اعتیاد به سایر مواد مخدر باشه، و این سه ضلع این مثلث کمک میکنه که در واقع یک زن به سمت در واقع روسبیگری گرایش بده. پولش هم در واقع درآمدش هم نسبت به ساعتش خیلی بالاست دیگه. بله، البته بگم که درآمد روسبیگری برای خانم ها، البته با توجه به، چون میدونین که روسبیگری فقط انجام یک عمل نیست، شما تصویر هم میتونین داشته باشین، میتونین فیلم تهیه کنین، میتونین انیمیشن داشته باشین، تمام اینها برای یه دونه ویدیو کلیپ یا یه صحنه سکسی برای یه خانم حالا تو امریکا $800 تقریبا هست، ولی برای مردهای روسبیگر یه چیزی بین $100 to $150 هست. و متاسفانه مرد زحمت شدم بیشتره، ولی متاسفانه واقعیتش دیگه، برای اینکه مردها هستن که در این حرکت باید آمادگیشو داشته باشن که بتونن انجام بدن دیگه. ولی نه، خسارت روانی که یک زن بعد از در واقع انجام سکس بدون هیچ گونه ایموشن و احساس انجام میده بسیار بسیار بیشتره. زن، بله، خب زن نقش بازیگر داره، مثلا شما اگه توجه داشته باشید سالانه مثل اسکار که در سینما وجود داره، برای اینها هم جوایزی داده میشه که در شهر لاس وگاس این برنامه برگزار میشه و همشون میان و بگن آقا بهترین مثلا بازیگر امسال
برای فیلم پورن اینه بس. بعد خانومه میاد بالا با افتخار این جایزش هم دریافت میکنه چون نقش داره بازی میکنه دقیقا. در مقابل دقیقاً ولی در هر صورت شما تصور بفرمایید که خودتون رو موظف بدونین تو رخت خواب کنار کسی قرار بگیرین که هیچ گونه رابطه احساسی عاطفی باهاش نداشته باشه. برای زنها این خیلی خسارتش بیشتره تا برای آقایون. بله آقایون معمولا میتونن بدون اینکه هیچ گونه احساس عاطفی داشته باشن رابطه سکس رو انجام بدن، ولی معمولا زنها علاقمند هستن که یک حسی نسبت به پارتنرشون داشته باشن، یک رابطه عاطفی احساسی بین زن و پارتنر سکشوالش در واقع ابتدا شکل بگیره. ولی خب متاسفانه تو بیزینس سکس به همچین شکلی نخواهد بود و به هر حال خسارت رو تو خودم شدی عزیز، چون نمیخوام زیاد وارد دیتیل بشم، ولی برای یک مرد آماده شدن و بتونه اون آمادگی رو داشته باشه با بودن 20 نفر 15 نفر اونور دوربین و بعد باز دوباره همون یه خانومی که اونجاستش خیلی مسئله هستش تا برای یه خانوم که نیاز به اون مسئله نداره دیگه کاملن. چون به هر صورت شخص فاعل همیشه نقش سختری رو باید ایفاگر باشه برای یک مرد که هستش. کاملا حرفتون درسته، ولی یه تفاوت عمده‌ای که بین زنها و مردها وجود داره این هست که مردها ویژوالن، یعنی در واقع با دیدن به اون درجه آمادگی روانی برای شروع رابطه سکشوال یا سکس رو در واقع میتونن پیدا بکنن. خانم ها؟ ولی خانم ها دیداری نیستن، یعنی ویژوال نیستن، بیشتر شنیداری هستن و به دلیل اینکه باید یک رابطه عاطفی شکل بگیره و یک لفظهای محبت آمیز و در واقع عاشقانه رو بشنون که آماده بشن، به نظر من برای زنهایی که در سیستم پورن و پورنوگرافی کار میکنن و در واقع به این بیزینس اشتغال دارن بسیار بسیار خسارت روانی بیشتره. اوکی بسیار من. حالا صحبت سری بود شما در گذشته مثلا در ایران ما این مسئله را داشتیم، محلهایی بودن که مردم میرفتن آقایون مسکی میرفتن و اونجا خودشون ارضا میکردند و بعدا خب اونجا رو تعطیل کردن این مسئله و بعد اومدن سری خونه هایی رو در ایران باز دوباره درباره صحبت بود، خونه های آفاق همچین اسمی گذاشته بودن، بله، که باز دوباره همون حالت بشه. آیا این مسئله روسپیگری همونطور که من با تون سوال بازداری کردم، آیا این مسئله یک جامعه رو میتونه متزلزل کنه یا اینکه نه؟ درستی که فهمیدید درباره جامعه شناسیه، ولی بر اساس یک انسان که در این فکر قرار میگیره که بره و این چنین کاری رو بکنه، آیا میتونه به بقیه خانوادهش یا به خودش یا به اینا ضرر برسونه؟ ببینید جامعه تشکیل شده از واحدهای کوچیک خانواده و اساس یک خانواده با در واقع دیدن فیلم‌های پورنو پورنوگرافی و هر گونه رابطه خارج از سیستم خانواده میتونه خدشه‌دار بشه. یعنی این یک بحث واقعی هست. شما مردی رو که به سیستم پورن و پورنوگرافی در واقع تمایل داره به شکل یک ادیکشن اگر بهش نگاه کنید، به شکل یک اعتیاد اگر بهش نگاه بکنید و بدونیم که فلسفه شروع هر اعتیاد با یک استیمولوس کوچیک و یا یک محرک کوچیک هست، ولی برای اینکه این اعتیاد مدام ادامه داشته باشه شما باید درجه استیمولوس رو ببرین بالا. یعنی اینکه از یه پارتنر شروع میشه ولی یه پارتنر نمیتونه این جذابیت رو برای اون مرد داشته باشه، برای همین هستش که ایشون مثلا 3 تا پارتنر، 5 تا پارتنر، 10 تا پارتنر و تازه به شکل‌های متفاوت با اکستنشن‌های متفاوت اینها رو در واقع دنبال میکنن. اگر به شکل اعتیاد داریم بهش بررسی میکنیم، مسلماً در واقع خدشه‌دار میکنه سیستم خانواده و نظام خانواده رو و از طرف نوع نگرش مرد رو به رابطه عاطفی سکشوالی که با همسر خودش در واقع برقرار میکنه کاملا متفاوت خواهد کرد، به دلیل اینکه سطح توقع مردان ما عوض خواهد شد و نوع حرکات خشونت آمیزی که در یک فیلم پورن شما میبینین با آنچه که در یک رابطه عاطفی سالم در یک زندگی برگزار میشه چون کاملا با هم دیگه متفاوت هست، معمولا از زنان خودشون، از همسران خودشون خواستار این همون روابط هستن و در واقع یک نوع زن ستیزی حساب میشه، در واقع یک نوع در واقع خشونت نسبت به زنان حساب میشه اینجور رفتارها و من فکر نمی کنم که نقش بسیار خوبی داشته باشه در
ثبات یک خانواده. باید دقت داشته باشیم که در واقع پورن هم رابطه ادیکشن رو در واقع برای اون طرف به وجود میاره و همین که یک جور خشم و خشونت رو در خانواده استبلیش میکنه. این آدمی که مثلا امروز با یه نفر، فردا با یه نفر، پس فردا با یه نفر، به گفته آقایون نمره انداختن داریم ما، نه. بهش میگن طرف داره نمره میندازه، یا کتاب سیاهش رو داره با اسمهای مختلف پر میکنه، آیا این مسئله مسئله روانیه یا چه صورتی بهش نگاه میکنه؟ برگردیم به خصوصیات در واقع فیزیکی و روانی هر دوتا، کامبینیشن هر دوتا. اگر برگردیم به سیستم هورمونی مردانه که در واقع تستوسترون و دوپامین این رو کنترل میکنه، تستوسترون دنبال تنوع طلبیه، دنبال انتخابهای متفاوت هستش و چون مردها از طریق دیدارشون، از طریق ویژوال به این درجه میرسن، بنابراین دنبال این هست که در واقع اون کلکسیون رو بزرگتر و بزرگتر بکنن و این رو جز افتخاراتشون بدونن که تعداد این ارتباطات بیشتر و بیشتر شده. اما اگر برگردیم به رابطه یک زن و این تغییرات هورمونی که در یک زن انجام میشه، سروتونین و اکسیتوسین معمولا دو تا هورمونی هستش که در زنها بیشتر رول خودش رو ایفا میکنه و این دو تا هورمون بیشتر هورمون عاطفه هستن، هورمون عشقن و هورمون محبتن و عشق کاملا با سکس متفاوته. به همین دلیل هستش که مردهای ما اگر به دنبال اینجور روابط میرن، در ابتدا به خاطر لو سلف استیم خودشون هست، برای اینکه همیشه با پارتنر اولیه خودش، حالا همسرشه، گرلفرندشه، دوست دخترشه، با اون چون نمیتونه اون درجه ساتیسفکشن و یا رضایت رو در واقع به دست بیاره، حالا میره با یه پارتنر دیگری که بتونه اون حالت دامیننسی و برتری جوییش رو اونجا بازی بکنه و این حس برتری جویی هستش که علاقمندش میکنی که به جای اینکه 10 تا پارتنر داشته باشه، حالا مثلا 50 تا پارتنر داشته باشه. سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس، درسته؟ برای خیلی از آقایون میتونه باز دوباره یکی از این مسائل باشه که شخص به جای اینکه مثلا شب میره تو کلاب و همش نه بشنوه، وقتی به یک کسی میگه آقا با دوست داری با من برسی، دوست داری با من یک نوشابه بخوری، وقتی هی نه و نه و نه بشنوه، حساب کنه که با خرج کردن و یا با پول دادن میتونه بره و این مسئله رو که میخواد رو تسخیر کنه. بله، میتونه سکس رو بخره، ولی سکس فقط یه رابطه فیزیکی هستش که میتونه در مقابل پولی که پرداخت میکنه بخره، ولی اون ساتیسفکشن روانی و اون سلف استیم صدمه خورده ای که حالا باید بیلد اپ بشه و یه به شکل سالمی در واقع خودش رو نشون بده، نه، اونها در واقع شکل نمیگیرن که هیچی. یه جور خسارت های بعدی هم داره که متاسفانه مردهای ما رو به سمت اعتیاد، مواد مخدر، الکل و اختلالات دیگه میکشونه. یعنی بحث استفاده از روابط نامشروع، پورن و پورنوگرافی به یک آنتیته ختم نمیشه، مسائل و عواقب خودشو داره. با احترام، با عرض معذرت از بعضی از عزیزان که برصد، این چه فرقی داره که شما یک نفر رو صیغه میکنی، درسته؟ یا اینکه میری و این خرج رو میکنی؟ مسئله مذهبیش رو من نمیتونم جواب بدم، مذهبیش کار ندارم، ولی به نظر من میاد که هر دوتا به یه شکل در واقع خسارت روانی به وجود میاره و هر دوتای این فعالیت ها یه جوری در واقع همون شکل اصلی خودش رو که در واقع خرید و فروش سکسه داره مطرح میکنه. یه کلا شرعی هستش که در واقع سر مسئله گذاشته میشه به دلیل اینکه کلام این وسط جاری بشه، در واقع خطبه عقد موقت اینجا جاری بشه یا جاری نشه. من فکر کنم اون خطبه عقد یا حالا هر چیزی که بوده در گذشته اسم گذاشتن روش، این رضایت دو نفر است. بله. که طرف نخواد تجاوز بکنه. بله. به شخصی. بله. من فکر کنم اگر در مذهبم این مسئله اومده به خاطر این بوده. بله. ولی در واقع وقتی بهش نگاه بکنی، حالا بعضی هستن که سالها صیغه هستن، ولی وقتی بهش نگاه میکنیم، اگر با اون نگاه نکنیم و مدت زمان کوتاهی رو نگاه میکنیم، به این بوده که دو نفر آدم همزمان با هم دیگه بگن بله قبوله.
حرفتون یه مقداری میتونه درست باشه، ولی حالا اون خطبه موقتی رو که در واقع جاری میکنن به دلیل این هستش که بدونن اگر تولید مثل این وسط انجام میشه تکلیف اون بچه چه خواهد شد. در سیستم پورنوگرافی خب ما اصلا به فکر این که یه بچه اینجا شکل بگیره و در واقع مسئولیت اون بچه و تعهد اون بچه در واقع به گردن کی خواهد شد همچین چیزی وجود نداره. یعنی همه میدونن که چه کارهایی رو باید انجام بدن که اون بچه تولید نشه و یه اگر هم بشه اون وقت دیگه با توافق خود اون خانوم و یا اون آقای هستش که وارد سیستم شدن. یعنی خیلی به ندرت و ریر این اتفاق میفته، ولی در زمانی که شما کلام صیغه رو میارین وسط، یعنی اینکه یک رابطه جنسی برقرار بشه و احتمال خیلی زیاد خانوم ممکنه حامله بشه، ممکنه باردار بشه و تکلیف این بچه باید مشخص بشه. معمولا مردهای ما کامیتمنت ندارن، یعنی تعهد ندارن و چون تعهد ندارن اون بچه صدمه میخوره. باید تکلیف این بچه از بله برای یه شخصی که مثلا برای یک ساعت یا دو ساعت یا یک روز یا دو روز صیغه میشه همون حالتو داره دیگه. دقیقاً میدونه ولی اون زمان دی ان ای وجود نداشته. امروز خیلی راحت میشه فهمید که آقا این بچه مال اکبر آقاست یا مال اصغر آقاست. بله برای همین در اون زمان مشکل داشته. ولی امروز نیستش که وقتی که صیغه میکنن این اکبر آقا و اصغر آقا مشتری دائم که نیستن، آمدن یه ساعت رو صیغه کردن رفتن و بعد دنبال یه تارگت دیگه، یه هدف دیگه و با یه نفر دیگه. یعنی میخوام بگم همچینم نمیشه پیگیری کرد و دید که پدر این بچه کی هست و مسئولیت به گردن چه کسی خواهد. متاسفانه صیغه برای خانوم های ما بسیار بسیار خسارت های روانی رو به وجود میاره و برای بچه های به وجود آمده از این واکنش های در واقع رفتاری هم بسیار خسارت بار بوده. یه پسر 14 ساله آیا بهتره که بره روسپیگری یا بره یک روسپی رو استخدام بکنه یا با خود ارضایی انجام بده؟ اینو خدمتتون بگم که اولا 70-80% بچه‌ها در سنین بلوغ و در واقع پرپوبرتیشون قبل از اینکه علائم بلوغ درشون شکل بگیره به شکل کامل به خودشون در واقع ور میرن و در واقع اون منیپولیشن های جسمی رو برای خودشون دارن و سعی میکنن که فانتزایز کنن تو ذهنشون با اون پارتنری که دلشون میخواد ارتباط برقرار بکنن و با اون درجه از در واقع لذت و اوج لذت جنسی که در واقع ارگازم هستش برسن. بچه‌های ما معمولا این کار رو میکنن. کدوم بیشتر چیز میذاره؟ کدوم یکی بیشتر تاثیر میذاره؟ در واقع استفاده از در واقع طرف مقابل به عنوان یک رابطه جنسی رو با طرف مقابل برقرار کردن به دلیل بیماری‌های جنسی که ممکنه در این وسط شکل بگیره یه مقدار علامت سوال بیشتری داره، خطر بیشتری رو داره. شما نگاه کنید مثلا تریکومونا یکی از بیماری‌های جنسی، HIV یکی از بیماری‌های جنسیه، نمیدونم سیفلیس، سوزاک، شما هر مدل هپاتیت بی رو نگاه بکنید تمام اینا از طریق ارتباطات جنسی انتقال پیدا می‌کنه. برای همین برای اینکه بچهای 16 17 ساله 18 ساله وقتی به خودشون ور میرن، از نقطه نظر ما اگر که به کرات این کار انجام نشه فقط برای ریلیز استرس و تنشن باشه در یه شرایطی میشه اینو توجیهش کرد، ولی اگر قرار باشه به صورت مداوم باشه و دنسیتیش خیلی زیاد بشه، شدتش خیلی زیاد باشه و به شکل در واقع یک نوع رفتارهای وسواسگونه و در واقع استرابهای فکری باشه، اون رو در واقع محدودش میکنیم. دکتر خرمشدی عزیز یه چیزی بریم واقعیت نگاه کنیم، حالا یه بخش طنز داره توش ولی خب من به عنوان طنزش نگاه نمی‌کنم، دارم خیلی جدی امروز برنامه اجرا می‌کنم اتفاقا. یعنی بچه که اینجوری بود گفتن آقا مواظب باش نکن این کارو، عینکی میشی یا کور میشی، چش اینجوری میشه این، یا بچه که تو مدرسه مون بودش که مثلا حالا بدبخت چشش ضعیف بود میگفتن ببین این مشخصه که این یه این کارا داره زیادی انجام میده واسه همین عینکی شده. به خاطر همین این مسائل تو جامعه خب حالا خب ما تو بچگیمون به اون اینو گفته بودن دیگه، این کارو میکنی عینکی میشی، او به پای این کارو میکنی برات این مشکل میشه یا این اتفاقات میفته. باید بهتون بگم که سکس در یه جایی انقدر در واقع نیازش برای بشر ضروری هست
که ما نمیتونیم در واقع انقدر against sex در واقع صحبت بکنیم. یعنی اینکه باید بدونیم که به همون اندازه که نیازهای خوراک و پوشاک یک انسان باید جوابگو باشیم و نیازهاش رو برطرف کنیم، روابط سکشوال انسان ها باید در واقع بررسی بشن. جامعه شناسای ما باید اینا رو بدونن، سیاست مدارای ما که میخوان قوانین مملکتی رو میذارن باید راجبش صحبت بکنن، پزشکای ما، روان پزشکای ما، روانشناسای ما، ولی این بخش از زندگیه. مثلا اگر نیست همچین مسئله، اینو بارها مثلا حالا تو فضای دیگه هم داریم دیگه، یک آقای جوانی با یک خانمی که مثلا از خودش 10 سال 15 سال 20 سال بزرگتر بود که میرفت، گفتن نگاه کن آهک میشه، این الان از بین میره دیگه، داره اصلا به خدا واقعیت داره من میگم به تو دیگه، توش طنز داره، میدونم توش طنز داره، شاید اونها هم کردن اونور دوربین نشستن دارن میخندن، ولی واقعیت قضیه همین بودش. ما اینو یادمون بودش که اگر با یه خانمی بریم که خیلی سنش از ما بالاتر باشه آهک میشیم، اگر کاری خود ارضایی انجام بدیم کور میشیم، و این مسائل همچنان ادامه داشت برای ماها دیگه. هیچ کدومش درست نیست، نه آهک میشین و نه کور میشین. ولی مهم این هستش که اگر شما پارتنر جنسیتون رو انتخاب میکنین، در اون پارتنر جنسی احساس خوبی داشته باشین، در اون رابطه جنسی که برقرار میکنین احساس خوبی داشته باشین. اگر قرار باشه فقط یک اکت فیزیکی باشه و یک رابطه فیزیکی باشه، هم برای جنس مرد در دراز مدت هم برای جنس زن در دراز مدت میتونه خسارت زا باشه. خب حالا صحبت سر اینه که ما الان داریم میبینیم که اجناس مختلفی حالا به عنوان سکس توی خیلی استفاده میشه، خیلی داریم، آیا اینها هم آزار روحی روانی میده یا اینکه نمیده؟ در مورد افرادی که دچار اشکالات جنسی هستن، مثلا انزال درشون با تاخیر انجام میشه، یا اینکه ممکنه نقوز یا اجاکولیشن درشون با تاخیر انجام میشه، و یا اینکه به درجه از در واقع اکسایتمنت یا تحریک جنسی نمیرسن، از یک سری وسایل و اسبابهای ممکنه کمک بگیرن که بتونن کمک بشن برای اینکه به اون مسیر حرکت داده بشن و در واقع هدایت بشن. در اگر با زیر نظر یک روانپزشک و یا روانشناس اینها انجام میشه، به نحوی میتونه سالمتر باشه. یعنی روانشناس و روانپزشک رو نگاه کنن؟ نه، ما سکس تراپیست های متفاوتی رو داریم که اگر مردمی که مشکل دارن در واقع در ارتباط با برقراری سکسشون تو مسائل خانوادگیشون به یه سکس تراپیست مراجعه میکنن، با راهنمایی اونها، با اینکه دانسته چه کاری رو انجام بدن، با چه شدتی انجام بدن و تا چه موقع ادامه بدن، اون میتونه یه مقدار نتیجه مثبت‌تری داشته باشه تا اینکه کورکورانه فقط به دلیل لذات جنسی آنی و دقیقه. آیا یه سکس تراپیست یا یه کسی که اینجوری هستش با فرهنگ آشنایی داره یا با چند تا کتاب؟ چون مسئله این هستش که خیلی این مسئله رو باهاش به صورت کتابی برخورد میکنن، درسته که تو کشور ما یا ما ایرانی ها یه جور دیگه هستیم، فرانسوی ها یه جور دیگه رفتار میکنن، حتی بعضی وقتا هستش که در بعضی از کشورها شما میبینید که خانماش رو با هم دیگه برای تبادل میکنن، با هم دیگه دیل میکنن، میان سر خیابان پیگال وای میستن در میدان، فرانسوی پیاده میشه، یکم پیاده میشه، بعد با هم یا این خانم من امشب مال شما اونم مال ما، از این برنامه ها ما این فرهنگو نداریم. اجازه بدید من یه جمله رو به صورت خیلی در واقع باز اینجا مطرح بکنم. هر روانشناسی و هر روانپزشکی اولین کاری که میکنه اینه که باید به کالچر جایی که پرکتیس میکنه آشنا بشه. اگه شما به کالچر و فرهنگ اونجا آشنایی ندارین، هیچ کاری نمیتونین انجام بدین. شما با مردمی آخه مال ما بدبختی یه چیز دیگه هم شده، ببخشید خانم دکتر، بدبختی این شده که طرفی که داره اینجا هستش خودش غربی شده، ولی با داره با ایرانی دیل میکنه. یعنی اون سکس تراپیست میگه هیچ اشکال نداره، برو بخر، هر سایزی هم دوست داری برو بخر، هیچ اشکالی هم نداره. برای همین مسئله است. چرا؟ بخاطر که فرهنگی که باهاش داره زندگی میکنه یا ازش آموخته فرهنگ غربه. ما کجایی هستیم؟ ما ایرانی هستیم. این آخر آخر پسرانه که شب بیبریم بیرون میگیم بابا پسرمون داماد شد، دختره حس بیه کسی بیاره همونجا امکان داره خفش بکنیم. برای همین این مسئله رو در نظر بگیریم. دوست دارم جوابتون رو بشنوم، بریم برگردیم در قسمت بعدی جواب خام دکتر بشه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش
در برگشتیم، در خدمتتون هستیم در کنار دکتر میترا خرمشادی عزیز. و دوست دارم یک بار دیگه مسئله رو عنوان کنم. این برنامه بیشتر برای که سنین بزرگتر هستش. حالا یه پدری یا یه مادری احساس بکنه که خوبه که بچهش این حرفا رو بشنوه، و من اگر بچه 14-15 ساله داشته باشم این کارو میکنم، ولی این تصمیم با شماست. اگر دوست دارن بشنون اشکال نداره، اگر نه خواهش میکنم این بچه ها این قسمت رو نگاه نکنن. داشتیم سوال کردم ازتون، بفرمایید جوابشون. در ارتباط با رفتارهایی که در واقع یه تراپیست توی یه کشور غربی به یه در واقع کاپلی که در یک کشور جهان سوم ممکنه زندگی بکنن ادوایز میکنه، باید بگم که ما وقتی که سکسولوژیست داریم و در واقع سکس تراپیست داریم و دلمون میخواد که در واقع یک منیجمنت درمانی رو در واقع ارائه بدیم، ما هر دو تا جنس رو احتیاج داریم، هم زن و هم مرد رو، که بیان و حرفاشون رو بزنن و نیازهاشون رو بگن و خواسته هاشون رو بگن و اشکالاتشون رو مطرح بکنن، و بر اساس خواسته ها و نیازها و درخواست های اونا هستش که یه سکسولوژیست یا تراپیست باید بدونه که کجا رو باید بیشتر در واقع سرویس بده و در واقع توجه داشته باشه. بنابراین که بر اساس آنچه که ما تو کتابمون خوندیم حالا اون رو بیان پیاده بکنیم، نه جواب نمیده. خب بسیار عالی. مسئله که پیش میاد حتما اون پسر بچه رو دیدید دیگه که در مشهد بود اگر اشتباه نکنم، اومد و صحبت میکرد که با یه دختر خانمی که من برنامه میبینم و خود ارضایی میکنم، و خب سر صدای زیادی هم به راه انداختش. آینده اینجور اشخاص چجوره؟ آیا این برمیگرده با زندگی عادی رو دوباره برمیگرده، یا این خیلی راحت اومده این مسئله رو باز گفته، ولی خیلی های دیگه داریم که این کار رو انجام میدن ولی خب عنوان نمی کنند؟ البته یه جمله‌ای رو خدمتتون بگم در ارتباط با کسایی که فیلم پورن تماشا میکنن، بر اساس جنسیتشون فرق میکنه. جنسای مرد و جنسای زن وقتی که فیلم پورن و پورنوگرافی رو نگاه میکنن، نوع در واقع فیدبکی که میدن کاملا متفاوته. مردها بسیار صادقانه تر و در واقع راستگوتر آنچه را که در واقع حس کردن و آنچه را که دیدن و آنچه را که تجربه کردن مطرح میکنن. خانم ها معمولا در لفافه و در پوشیدگی و سعی میکنن که حتی رو انکار کنن که فیلم پورن تماشا میکنن. امروزه ما هم تعداد زنانی که فیلم پورن رو تماشا میکنن و لذت جنسی میبرن کم نیستن، ولی اگر شما از هر خانمی بپرسین که آیا شما این کار رو انجام میدین، با اکراه و در واقع با پوشی بعدم هم میاد هستن مطرح میکنن که نه، یه همچین اتفاقی نیفتاده. و اینی که شما میفرمایین که یه نفر این فیلم رو تماشا بکنه، چه در واقع واکنشی توی سلولای مغزیش اتفاق میفته یا رو روانش تغییر به وجود میاره، ببینین همیشه آنچه که خلاف نیازهای بشری و غرایز بشری بوده برای بشر صدمه برانگیز بوده، و هر آنچه که در واقع موافق با جریان رشد انسان بوده به شکوفایی انسان در واقع یه جورایی کمک کرده. شما زمانی که با یک کودک این ارتباط رو برقرار میکنین، تصویر در واقع لخت یک کودک رو در واقع میبینن و ارضا میشن، این بسیار بسیار مخربتر و بسیار بسیار وحشتناکتر از زمانی هستش که دو تا بالغ در واقع در این رابطه قرار میگیرن، و مثلا یه آقایی که 30 سالشه از دیدن بدن یه خانمی که 25 سالش هست لذت میبره. ما باید متوجه این باشیم که نورون‌های مغزی بچه‌های ما، سیستم مغزی بچه‌های ما در حال شکل‌گیریه. حتی بعضی وقتا میگفتن تو سن 21 سالگی در واقع پریفرونتال کورتکس مغز شکل میگیره، الان متوجه شدن حتی تو 21 سالگی هم نیست، 23 سالگیه. یعنی ما یک رنج سنی بین 1 تا 23 سالگی رو باید مراقب بچه‌هامون، نوجوانامون و جوانامون باشیم، از جهت اینکه مینیمم آسیب‌های اجتماعی بهشون وارد بشه. و اگر قرار باشه که اینجور رفتارها به نوعی تنش‌های در واقع اعتیادآور تبدیل بشه، اون بسیار بسیار صدمه بزن هست برای این گروه از افراد. اینکه اینها دوباره برگردن به اون شرایط اولیش بستگی داره که چقدر صدمه وارد شده باشه. خانم دکتر، یه سری اشخاص هستن که کاپلن، بله، و با هم فیلم‌های پورنو نگاه میکنن. بله. آیا این مسئله باز دوباره در روابط اونها و یا در نگرش فکریشون یا در ادامه زندگیشون کمک میکنه؟ چون بعضی
بعضی از روانشناسان امکان داره بگن که خوبه اگر این مسئله میتونه شما دو نفر به هم دیگه نزدیک کنه، نگاه کنید. یه سری هم ممکنه کلا ما این مسئله مخالف باشه. نه، من تجویز نمی کنم، به هیچ شکلی در واقع رو در توصیه نمی کنم که کاپل ها با هم بشینن و در واقع فیلم پورن تماشا بکنن. زمانی که یه زوج میشینه و یه فیلم پورن رو تماشا میکنه، مطمئن باشین که خانم فوکسش روی آقای مرد بازیگر هستش و آقا فوکسش و توجهش فقط روی زن بازیگر این مجموعه قرار میگیره و تمام آنچه را که اون زن و یا اون مرد در اون فیلم اجرا میکنن، اینها به عنوان نهادینه رفتارهای خودشون در ذهن خودشون جای مقابله میذارن. دقیقاً. و شما تو بسیاری از جلسه های تراپی از خانم ها و آقایون میشنوین که فانتزایز میکنن تو ذهنشون با اون آدم، به جای اینکه در واقع اون رابطه سکشوال رو با همسر خودش داشته باشه، جای دیگه ای داره اون ارتباطات رو تو ذهن خودش شکل میده و این اصلا برای نظام خانواده و در واقع پایداری یک خانواده مناسب نیستش. و این رو هم بهتون بگم، باز فانتزایز کردن مردها با زنها کاملا متفاوته. آقایون معمولا با زنهای فانتزایز میکنن که اصلا نمیشناسنشون، بیشتر توی مجلات و روزنامه و نمیدونم توی سریال ها و این چیزا میبیننشون، ولی متاسفانه خانوم ها معمولا فانتزایز کردنشون با مردهایی هستش که میشناسنشون در بله در اطرافشون هستن، حالا یا تو محیط کار میبیننشون یا در محیط خانواده هستن یا فامیلن یا دوست نزدیکن و اصلا به نظر من کار درستی نیست استفاده از بود. خب توی میونه حالا مردمی که ما میبینیم و میشنویم و هستن، این روابط یه نفر زن داره یا یه نفر شوهر داره، درسته؟ بعد گاهی وقتا صحبت از این بوده که نگاه میکنیم دو تا از هنرمندهای معروف هالیوود، ویل اسمیت و جیدا پیکت، هر دو تاشون این اومدن اون عنوان کردن که ما رفتیم و تجربه دیگری کردیم، با کس دیگری تجربه کردیم و باز برگشتیم به زندگیمون. این به نظر شما به چه صورتیه؟ پر کیس جناب آقای امیر قاسمی، یعنی اینکه ما نمیتونیم یک استیتمنت کلی و در واقع عمومی و جنرال رو برای همه بپیچیم، یه نسخه در واقع از پیش نوشته شده برای همه نیستش. باید ببینیم که بافت فکری ذهنی اون آدم چی بوده، بک‌گراند روانی اون آدم چیه، شخصیت اجتماعی روانی اون آدم چی بوده. شما تصور بفرمایید که بسیاری از رفتارهای جنسی تنوع طلبانه و یا هایپر سکشوالیسم در پرسونال دیزوردر ها اتفاق میفته. نارسیست ها معمولا 80% کاتگوری ما رو تشخیص میدن از این که مدام میرن و پارتنر های متفاوت رو در واقع امتحان میکنن. افرادی که دچار بوردر لاین پرسونالیتی دیزوردر هستن، اونها کسایی هستن که دچار این جور روابط در واقع خارج از روابط خانوادگی میشن و تعداد پارتنر های سکشوالشون هم بسیار بسیار زیاده. من متاسفانه یک کیسی رو داشتم که خانومی بود و بسیار هم تحصیل کرده بودن ایشون و من گفتن که من 26 تا پارتنر جنسی داشتم و این 26 تا پارتنر جنسی به نظر ایشون می اومد که باید باز هم ادامه پیدا کنه، ولی در واقع چیزی که اتفاق افتاده بود این که آسیب‌های روانی که حالا بر اساس پرسونالیتی این خانم در واقع شکل گرفته بود مدام بدتر و بدتر می‌شد. یعنی هیچ گونه تراپی سشن و هیچ گونه درمان‌های دارویی ما نمیتونستیم در واقع استفاده بکنیم که بتونیم جلوی این پدیده رو بگیریم. فقط تنها کاری که میتونستیم بکنیم این هستش که در واقع از اورژن تراپی استفاده بکنیم. یعنی به محض اینکه این فکر به ذهنش می اومد که باید وارد یه رابطه سکشوال بشه، واکنشی که در واقع تلخ باشه و به صورت منفی یک یادآوری براش کرده باشه، جلوش رو بگیره و یه در واقع استاپ ساین بذاره. یاد بچگی همون افتادن میگفتن فل فل بریزی تو دهنشون اگر کار بد کرده. ولی دنیای امروزه دنیایی است، دنیای دیگرگونیه، دنیایی هستش که همه چیز در دسترس قرار داره، خیلی راحت در دسترس قرار داره و مرد و بچه های ما که امروزه به این راحتی پای کامپیوترها و اینا هستن، به راحتی میتونن این کار انجام بدن. و حتی همون مسئله روسپیگری که اینترنتی وجود هستش، با یه مبلغی طرف پولی پرداخت میکنه، اون شخص در یک گوشه از دنیا، این شخص در یک گوشه دیگه از دنیا و این عمل خودارضایی رو انجام میده.
همیشه تو ذهن من این بوده که آیا این مسئله در روحیه اشخاص مثبت حرکت میکنه و عمل میکنه یا منفی عمل میکنه؟ باید برمیگردین به بچه ها و اینکه در رنج سنی که در واقع از 0 تا 23 گفتم بسیار بسیار مرحله در واقع کریتیکالیه، بسیار دوران بسیار حساسی هستش. ما باید خیلی مراقب باشیم که بچه های ما به چه چیزایی توجه میکنن، به چه چیزایی دسترسی دارن، با چه شدتی دسترسی پیدا میکنن و چقدر این رو ادامهش میدن. شما غیر ممکنه که از نوجوانی بپرسید که آیا فیلم پورن دیدی یا ندیدی و بگه من ندیدم. همه بچه ها تو دبیرستان، تو مدارس راهنماییشون به هر حال از درس میدادن تو در آمریکا و نه و حتی از طریق دوستانشون پیر پرشر در واقع این اطلاعات رو میگیرن. چه بهتر که پدر و مادر خودشون رو در واقع آموزش بدن، ادوکیتد کنن، اطلاعات مناسب داشته باشن، از راه مناسب اطلاعات رو در اختیار بچه‌شون بذارن و در واقع اجازه بدن که اون تابوهای نادرستی که در ارتباط با سکس، روابط سکسی و ارتباطش با جنس مخالف در ذهن همه ما به خاطر سالیان سال که این در واقع از یک تابوهای ذهنی میاد که حالا یا گناهه یا در واقع بی حرمتیه یا در واقع یه جور در واقع نامناسب بودن شما در اجتماع رو مطرح میکنه، اینا رو یه مقدار در واقع با یک شکل دیگه بهش نگاه کنن و اپروچش کنن. ما در امریکا از دبستان در واقع ارتباطات در واقع جنسی رو با بچه هاشون در میون میذارن. شما مطمئن باشین که اینجا بچه کلاس 5 ابتدایی یا 6 ابتدایی ورقه میاره خونه و به پدر مادرش میگه که این رو بخون و امضا کن و توی اون نوشته شده که ما اجازه میدیم که اطلاعات اولیه در ارتباط با تغییرات صفات ثانویه جنسی و اینکه روابط جنسی به چه شکلی هست رو در اختیار بچه‌ها بذاریم. با خودم امضا کردی؟ بله منم امضا کردم. نه من برای خودم. او برای خودتون است. آره دیگه وقتی من دبیرستان میرفتیم اینجا، تو دبیرستان اینجا این مسئله بود. اما موضوع اینه که ما خب شاگردان دختر ایرانی هم داشتیم و خب ماهایی که پسرم بودیم بسیار نسبت به این مسئله خجالت زده بودیم یا نمیدونستیم بعد از اینکه چراغ روشن میشه، خب این فیلمی داره نشون داده میشه یا صحبت میشه، چطوری باید روبرو بشیم با اون دختر خانم ایرانی که اونجا هستش، چون فرهنگمون فرق میکردش. و خب ما از یک کشور دیگه اومده بودیم، حالا وارد دبیرستانی داریم میشیم که به شما داره سکس ادویکیشن نشون میده و داره یاد میده. این مسئله ما هستش. همونطور که در بخش قبلی خدمتتون گفتم اینی که یک پدری میاد میگه خب به به پسرم عزیزم خواستی کاری بکنی به من خود من بگو، یا مثلا الان پسرمون دیگه داماد شد مثلا، ولی نسبت به دختر این مسئله نیست. و بعد آیا دختران در آینده، چون خانم ها انتقام جو هستن، آقایون ما زیاد اهل انتقام نیستیم و تو ذهنشون هم حفظ میشه، آیا این در آینده میتونه نقشی داشته باشه در همون روز بیگری که داریم صحبت چه میکنیم؟ فرار از خونه به دلیل فشارهایی که به دختران ما وارد میشه، به دلیل تبعیضهایی که برای دختران ما گذاشته میشه، به دلیل ستیزجوییهایی که با دختران ما میشه، همیشه در صدر در واقع اتفاقا در سیستم روانشناسی و روانپزشکی بوده. تعداد دختران فراری در واقع مستعد این هستن که در دام اینجور افراد بیفتن، دلیل‌های متفاوتی ازشون سوء استفاده‌های جنسی بشه، ازشون در واقع بهره برداری‌هایی بشه که اونها خودشون اصلا تمایلی رو ندارن، ولی به خاطر سن کمشون در واقع طعمه میشن برای اینجور آدما. اینکه ما دخترانمون رو چجوری ببینیم، باهاشون چجور رفتار کنیم، چقدر دوستشون داشته باشیم و سعی کنیم با اطلاعات و با عشق آنچه را که واقعا حقشون هست رو بهشون توضیح بدیم و یاد بدیم، اون وقت باعث میشه که دیگه همچین اتفاقی نیفته که یه دختری مثلا در سن حالا 16 17 سالگی هم حتی اگه بخواد ازدواج بکنه اصلا ندونه که داستان چی هستش و شاک بشه، اصلا وحشت زده بشه از اینکه ممکنه چه اتفاقی چه کسی وجود داره الان در این خوره خاکی ممکنه نباشه. چرا به آقای امیرقاسمی؟ ولی برگردیم به چندین سال قبل و زمانی که من در نقاط محروم خودم کار کردم و خانمای دخترای جوانی بودن که وقتی که مثلا داره در سن 14 سالگی عروسش میکنن اصلا نمیدونه راجع به چی دارن حرف میزنن، وظیفه
وظیفه‌اش چیه و چه کارهایی رو باید انجام بده و چه خواسته هایی رو ازش دارن و چه مسیری رو داره حرکت میکنه. یعنی ندانستن و اینکه نمیدونن اصلا وارد چه جریانی میشن در خیلی از موارد برای دختران ما شوک به وجود آورده. شما تصور کنید یه دختر 14 ساله مثلا با یه مرد 30 ساله روبرو میشه، مردی که نه دیدتش و نه نسبت بهش احساسی داره و نه در واقع باندینگ و رابطه‌ای باش در واقع شکل داره و بعد مورد تهاجم قرار میگیره. یه تهاجم فیزیکیه. زنها نمیتونن رابطه سکسی رو اونجوری که مردها هست و براشون انجام میدن بپذیرن. خیلی متفاوته. خب نظر شما نسبت به خانواده چیه؟ چه کار باید بکنه؟ اولین قدم آموزشه. یعنی ما بفهمیم انسان اصلا چی هست، جنس مرد چی هست، جنس زن چی هست، خواسته هاشون چیه، نیاز هاشون چیه. و وقتی هر کجا نمیدونیم از کسانی که میدونن بپرسیم. شما اگه سرتون درد میگیره از دوستتون میپرسیم من سرم درد میکنه، میگه قرص تایلنول تو بخور، یا به دکتر زنگ میزنی میگه که اوکی مثلا فلان دارو رو مصرف بکن. ولی ما وقتی که در مورد مسائل روانی و مسائل جنسی میشه دوست داریم همه چیزو قایم کنیم، دوست داریم اصلا راجبش حرف نزنیم. یعنی رفتن پیش یک روانشناس رو خیلی بد میدونیم، اصلا صحبت راجب سکس رو بد میدونیم. من میخوام بدونیم که یه سری هنجار شکنی باید اتفاق بیفته و یه چیزایی رو در واقع ما به مردممون آموزش بدیم. این بدن ماست که دچار یه سری تغییرات هورمونی میشه. یک دختر 12-13 ساله وقتی تغییرات هورمونی در بدنش انجام میشه، همون تغییرات در سیستم مغزش هم انجام میشه، در سیستم روانیش هم اتفاق میفته. شما به من بگین کدوم پدر در ایران میاد با دخترش در ارتباط با تغییرات صفات جنسی با دخترش صحبت کنه؟ سخته. خب حداقل این رو بذارن به عهده کسانی که میتونن این کار رو انجام بدن. ما این همه روانشناس داریم، این همه روانپزشک داریم، این همه تراپیست داریم. اجازه بدن که بچه هاشون با گروه قشر تحصیل کرده ای که آگاه به این مسائل هستن ارتباط برقرار کنن. یعنی فکر کنید یه دختر 15 ساله رو ببرین به روانشناس معرفی کنیم بگیم ما به این یاد بده؟ اجازه بدیم که دخترهای 15 ساله ما در کلاس های آموزشی گروهی که مثلا 50 تا دختر یا 60 تا دختر ما هم چیزی داریم؟ باید تولید کنیم. چرا آقای امیرقاسمی؟ ما همیشه نباید منتظر بشیم که چی داریم و بر اساس آنچه که داریم در واقع بتونیم نیازهامون رو برآورده کنیم. ما احتیاج به تولید بعضی از افکار و رفتارها داریم. یک جلسه قبل راجع به همین هنجار شکنی و در واقع هنجار سازی صحبت می‌کردم و اینکه کسانی که اتاق فکر هستن، کسانی که مولد فکر هستن، اجازه بدن که این فکرها بیاد بیرون و در واقع یه جوری مردم متوجه بشن که این بدن انسان احتیاج داره به این سیستم و به شکل درستش و تحصیل کردهش و در واقع با آگاهیش در واقع بتونن بهش بپردازن. روسپیگری یک شغلی هستش که خیلی راحت به پول میرسه یه نفر. یعنی ما بارها در کشورهای مختلف هم به این مسئله دیدیم که طرف خواسته بده دانشگاه، پول دانشگاه نداشته، اروپاییه مثلا رفته یک سال روسپیگری کرده و بعد اومده و درست. پول دانشگاهش هم همشیش در اومده و زمانی که به این موقعیت طرف میرسه آیا میتونه برگرده به گذشتهش؟ آیا میتونه برگرده راحت و بعد به خاطر همین مسئله که پول راحتی هستش و درآمد راحتی داره و زمان کوتاه مبلغ زیاد، این خب یکی دیگر از مسائلش دیگه. یه داد و ستدی در واقع اینجا انجام میشه در مقابل حالا یک سال به عنوان رفتارهای روسپیگری که یه دختر خانم مثلا 17-18 ساله میخواد پول جمع کنه که بره دانشگاه. که البته من باش مخالفم برای اینکه هزاران راه برای در واقع دانشگاه رفتن وجود داره. فاندای متفاوت میدن، یعنی اصلا هزاران راه وجود داره که این اصلا در مخیله هیچ کس نباید بگنجه. ماشین میخواد بخره، من منظورم کلی بود دیگه. یعنی طرف وقتی وارد این کار میشه و میبینه به این راحتی با فروختن بدنش داره یه نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ربع، بعضی وقتا 5 دقیقه شاید به یه مبلغ خوبی میرسه دیگه. بازار سکس و روسپیگری مثل باتلاق میمونه، پاشونو میذارن توش و مدام کشیده میشن به پایین. بله. اگر شانس بیارن و یه نفری باشه که دستشونو بگیره، یه چوبی بهشون بده و اینا رو بکشه بیرون،
که شانس آوردن آقای امیرقاسمی، ولی به نظر من کسانی که وارد این بیزینس میشن به دلیل مشکلات روانی که دارن، به دلیل ادیکشن و اعتیادهایی که دارن، به دلیل سوابق روابط جنسی و یا ریپی که در دوران کودکیشون ممکنه داشته باشن، که معمولا اینها ریپ های خانوادگی هست، عمو عمه پدر نمیدونم تمام این اتفاقا، به نظرم نمیاد که راه برگشتی وجود داشته باشه. خب این راحت واقعا کسی نیست که بکشه آدمو بیرون دیگه، ببره بعد برای امام رضا و آب بریزه و از این حرفا و اینا، سخت میشه کار دیگه. آقای مکبوتی یادش بخیر در اون زمان این فیلم های بازی میکردن، ما برامون تعجب بودی که ما بچه بودیم گفتیم چیکار کرده بوده که این دارن میبردنش اونجا و توبش دادن. ولی خب به هر صورت این مسئله بارها بارها بوده و بارها بارها در مورد باهاش صحبت شده. هنوز فرهنگ کشور ما متاسفانه به اونجایی نرسیده که این درس ها رو داده بشه یا این مسائل، و خیلی از خانواده ها با مسئله روانشناس، حالا شما روانپزشک هستید میتونید راحت‌تر درباره مسئله مثلا یک روانشناس رابطه عجینی ندارن که در رابطه با چنین مسائلی صحبت بشه. کاملا حرفتون درسته، به دلیل اینکه روان پزشک چون دارو می نویسه و در واقع تشخیص روانی میده، و متاسفانه تشخیص های روانی همیشه به صورت یه لیبل یا برچسب رو پیشونی ما میخوره. شما اگر که لیبل اسکیزوفرنیا بهتون بخوره خیلی سخت میشه این لیبل رو جابجا کرد و تشخیص رو جابجا کرد. ولی معمولا روانشناسای ما چون از دارو استفاده نمی‌کنن و کمتر لیبل میزنن، تاک تراپی انجام میدن، بیشتر حرف میزنن و صحبت میکنن، حداقل مردم با باید راغب باشن که برن با روانشناسا صحبت بکنن. البته باید بماند از اینکه تمام کیس هایی که روانشناسای ما میبینن به شکلی با روانپزشکا در واقع اونها رو در میون میذارن، و کیس هایی که احتیاج داره به در واقع تغییرات شیمیایی در مغزشون و یا در واقع دادن دارو، یه جوری ما در جریان امور قرار میگیریم و میتونیم اونجا دخالت کنیم. بسیار عالی. من دوست دارم که یک برای جمع‌بندی این داستان به این مسئله برسیم. خب آقایان روسپی داریم، خانم‌های روسپی داریم، و این مسئله در فقط در کشور ما نیستش، در همه جا هستش، و در کشور ما شاید یک جور سربسته است، در کشورهای دیگه خیلی سربازه. آیا به نظر شما باید، خب وقتی یه فیلم پرن در میاد که توش ایرانی باشه یا حتی فارسی توش باشه اصلا تمام کشور به هم میریزه، یا ما بارها دیدیم فیلم های لو رفته که حالا توش روسپیگری هم نبوده، رابطه جنسی دو نفر آدم بوده، درست، ولی زندگی اون اشخاص کلن به هم ریخته. نقش ما، من فکر میکنم که اگر که فیلم خصوصی یه آدمی لو میره، اون حریم خصوصی هر آدمی رو براش احترام بذاریم. خود ماها هم خیلی از کارها رو میکنیم که علاقه نداریم که دیگران بدونن که ما چه کارهایی رو انجام میدیم، برای اینکه هر کسی یه خلوت خاص خودشو داره، یه شرایط زندگی خاص خودشو داره، بنابراین ما یاد بگیریم احترام گذاشتن و ریسپکت گذاشتن به آدما. ولی اگر قرار هستش که خلاف نرم اجتماعی یه جامعه‌ای مثل مثلا مملکتمون یک خانومی حالا یا هنرپیشه یا غیر هنرپیشه یک واکنش‌هایی رو انجام بده که سر و صدای خیلی زیادی رو در واقع به وجود بیاره، اگه از نقطه نظر علمی بهش نگاه می‌کنیم، اون خانوم چون معرف یه صنفه، در واقع سخنگوی یک صنف هستش، اونجا دیگه خودش فقط مطرح نمیشه، در واقع یک اجتماعی رو در واقع داره پرزنت میکنه، با یه چیزایی رو باید رو مراقب باشیم و رعایت بکنیم. اما اگر قوانین کیفری هست، وقتی یه چیزی جرم در یک مملکتی و اونجا دیگه لو میره و در واقع دستگیر میشن، اونا دیگه مراحل جرم و جنایتی و مکافات خودشو داره که در واقع بحث ما نمیگنجه. یک سالها پیش بحثی بودش و در آمریکا هم این اتفاق افتاد، قصه کروزینگ که قصه روسپیان همجنسگرا بود، مردان، و نسبت به این مسئله خب قصه زیادی بود. چرا در میان مردان این رابطه، این جرقه در میان همجنسگرایان راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه تا بین یک مرد با یک زن؟
باز برمیگردم به قسمت اول صحبتم باهاتون، به دلیل اینکه زنها بر اساس احساس و ایموشن و در واقع اون حالات روانیشون هستش که وارد یک کاری میشن و میخوان که اون کارو انجام بدن یا انجام ندن، ولی مردها معمولا ویژوال هستن. یه چیز دیگه ای که در مورد زنها هست، زنها مونوگامیس هستن، یعنی سعی میکنن بیشتر با یه دونه پارتنر ارتباط داشته باشن و براشون خیلی سخته که در آن واحد دو تا سه تا پارتنر رو با هم دیگه بتونن هندل بکنن. درسته که خانم ها معمولا باهوشتر هستن، مخصوصا زنانی که ازدواج کردن، شوهر دارن، میتونن دو تا سه تا در واقع پارتنر دیگر رو بیرون از خونهشون هندل بکنن بدون اینکه این اتفاق در واقع در درون خونهشون بیفته و در واقع شوهر متوجه بشه که چی هستش. ولی صدمات روانی رو که اون زن متحمل میشه کاملا متفاوت هست. مردها به دلیل دامیننسیشون، به دلیل هورمون تستوسترونشون، به دلیل اینکه لو سلف استیم دارن و میخوان این سلف استیمشون رو جای دیگه در واقع تجربه بکنن، خیلی راحت‌تر وارد اینجور کارها میشن. زنها معمولاً به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل مشکلات روانی، بی سرپرست بودن و در واقع یک جوری اختلالات روانی وارد اینجور کارها میشن. مردها به دلیل تنوع طلبیشون و به دلیل اینکه اون سلف استیمشون رو کاور بکنن وارد اینجور کارها میشن و خیلی براشون راحت تره. یعنی برای همین یه مرد میره توی کلاب با یه مرد دیگه‌ای، بعد از یه مدت زمانی راحت میاد بیرون، ولی یه مرد میره توی کلاب و هیچ وقت ممکنه در اون روز اون دختر خانم یا اون زنی که میخواد رو پیدا نمیکنه و باز تنها بر بیاد. برای اینکه خانم ها میخوان کامیتمنت داشته باشه این رابطه، زن ها به دنبال تداوم یک رابطه هستن، دنبال روابط کوتاه مدت نیستن. زن ها متوجه هستن که در واقع آنچه را که عرضه میکنن به عنوان جسمشون و روحشون سرمایه بزرگیه و این سرمایه بزرگ رو حاضر نیستن در اختیار تمام رهگذران ساده ای بذارن که از کنار خیابون رد میشن و به اونها یه نگاهی میندازن و یا یه متلکی میگن. ولی آقایون این حس رو دارن که کامیتمنت نداشته باشن، وارد یه رابطه کوتاه مدت بشن و بعد سریعا وارد یه رابطه دیگه بدون هیچ گونه خسارت روانی براشون. سپاس فراوان. این بود گفتگوی ما با خانم دکتر میترا خرمشادی. سپاس، واقعا تشکر میکنم از همه اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدید. تا وقتی دیگر برنامه دیگر، خدا نگهدار.